یونس امامی امیدواره تا تو المپیک پاریس انتقام باخت تلخ و میلیمتری خودش مقابل کایل دیک تو جهانی 2022 رو بگیره. سلام خدمت همراهان. یونس امامی نماینده تیم ملی کشتی آزاد ایران تو وزن 74 کیلوگرم مسابقات المپیک پاریسه. امامی دو برنز مسابقات جهانی رو تو کارنامه داره و سابقه قهرمانی تو بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا رو هم داشته. یونس 27 ساله است و اصالتاً اهل استان لرستانه و در حال حاضر تو شهریار زندگی می‌کنه. با غیبت کشتیگیرایی مثل زاوربک سیداکوف و گاجی محمدوف به دلیل محرومیت و مصدومیت خطاب تسابولوف، حالا یونس امامی هم شانس رسیدن به مدال المپیک تو وزن 74 رو داره. یونس امامی سابقه کسب مدال نقره و برنز مسابقات قهرمانی نوجوان و جوانان آسیا و جهان رو داشته. تو سال 2017 یونس تو مسابقات زیر 23 سال جهان و تو وزن 65 فقط مقابل با جانگ هندی باخت و به برنز رسید. از سال 2018 وارد مسابقات بزرگسال شد و تو قهرمانی آسیا و تو وزن 65 مقابل تاکاتانی ژاپنی تو نیمه نهایی باخت و با شکست مقابل باجرانگ نتونست به مدال برنز برسه. همون سال تو مسابقات جهانی تو وزن 70 روی ترشک رفت و تو دور اول با حساب 7-7 مقابل سالکازانوف شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. تو سال 2019 یونس تو وزن 70 تو مسابقات آسیایی و جهانی تو نیمه نهایی فقط به کایپانوف قزاق باخت و تو هر دو مسابقه به مدال برنز رسید. یونس قبل از المپیک 2020 به وزن 74 رفت ولی تو انتخابی تیم ملی موفق ظاهر نشد و با وجود اینکه سهمیه المپیک رو خودش کسب کرده بود تو مسابقات لهستان تو کشتی دوم باخت و رقیبش مصطفی حسین خانی به فینال رسید. بعد از المپیک امامی تو جهانی اسلو روی تشک رفت و بعد از بردن دو کشتی با امتیاز عالی مقابل کنچادزه تو یک چهارم نهایی باخت و کنار رفت. تو سال 2022 ماجرا برای یونس کاملا متفاوت بود. ابتدا با بردن تاکاتانی و کایپانوف قهرمان آسیا شد و تو جهانی این کشتیگیر ایرانی بعد از بردن دو کشتی اول خودش با نتیجه 10-0 تو یک چهارم نهایی توران بایراموف آذربایجانی رو شکست داد و تو نیمه نهایی مقابل کایل دیک قرار گرفت و توی کشتی خیلی نزدیک با حساب 2-2 باخت. امامی با بردن کشتی رده‌بندی به برنز این مسابقات رسید. اگه به این سبک محتوا علاقه‌مندین ویدیو رو لایک کنید. تو جهانی 2023 بازگشت سیداکوفی که رنگ نداشت کار امامی رو کاملا سخت کرد. یونس تو کشتی دوم مقابل سیداکوف 6-0 باخت و تو شانس مجدد با وحشیانه ترین قرعه ممکن مواجه شد. کشتی اول مقابل کنچادزه بود که خودش عبدالرحمانوف ازبک رو برده بود. یونس کنچادزه رو 10-0 برد ولی تو کشتی بعدی مقابل تسابولوف و توی کشتی کاملا جنجالی 11-4 باخت تا نه به مدال برسه و نه سهمیه المپیک. بعد از جهانی یونس مقتدرانه قهرمان بازی‌های آسیایی شد و چند ماه بعد یونس تو مسابقات قرقیزستان با بردن نماینده کره جنوبی و کایپانوف رقیب قزاق قدیمی خودش سهمیه المپیک رو گرفت. یونس تو انتخابی کشوری فقط یه قدم تا کنار رفتن فاصله داشت، چرا که تو تورنمنت زاگرب به حسین ابوذری قهرمان دو سال اخیر کشور باخت. ابوذری چون تو زاگرب نایب قهرمان شد و تو قهرمانی آسیایی به برنز رسید از انتخابی کنار رفت. در غیاب سیداکوف جدی‌ترین مدعی قهرمانی تو وزن 74 المپیک کایل دیک آمریکاییه. تو وزن 74 دیک تو 5 سال اخیر فقط دو بار باخته. یه بار مقابل سیداکوف تو جهانی 2023 و یه بار هم مقابل گاجی محمدوف تو المپیک توکیو. به جز این دو باخت نزدیکترین کشتی دیک تو این مدت رقابتش با یونس امامی تو نیمه نهایی جهانی 2022 بوده، جایی که امامی فقط یک قدم با بردن دیک فاصله داشت.
تا حدود 100 ثانیه مونده به پایان امامی 2-0 جلو بود و همون موقع بود که دیک تونست 2 امتیاز بگیره و کشتی رو با امتیاز درشت ببره. به جز امامی دو کشتیگیر ایرانی دیگه هم تو وزن 74 المپیک حضور دارن. ایمان مهدوی که تو سالهای اخیر به ایتالیا پناهنده شده به نمایندگی از تیم پناهندگان تو این رقابت حضور داره و علی ارسلان کشتیگیر ایرانی تیم ملی کشتی فرنگی صربستان و قهرمان جهان سال 2022 تو وزن غیر المپیکی 72 با تشخیص فدراسیون کشتی صربستان جانشین تسابولوف مصدوم تو 74 کشتی آزاد شده. تقابل این گروه از کشتیگیران ایرانی در نوع خودش میتونه جالب باشه. نظر شما در مورد یونس امامی چیه؟ به نظرتون میتونه تو المپیک پاریس به مدال برسه؟ حتما در قسمت کامنت ها برام بنویسین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستنی یونیک باشین.